بگم. بازم درود بفرستم خدمت دکتر صاحب عزیز، سپاس از اینکه با ما هستید. دکتر صاحب، آیا امروز تو این چند دقیقه آخر میخواستم از شما بشنوم عملکرد ملت ایران چگونه میتونه باشه در برابر قول و وعده هایی که اصلا نمیخوایم بگیم دروغ، اینا قول دارن میدن، اینا دارن وعده میدن، در برابر وعده و قول هایی که دارن اینها به مردم میدن اما هیچ نوع مدرکی نیست، یعنی هیچ نوع تضمینی نیست، هیچ نوع موقعیت و تجربه ای نیست که آنچه که دارن میگن حقیقتا خواهد شد، فقط بر این هدف هستن که مردم رو تا پای رأی بیارن. ملت ایران در برابر اونها چگونه باید عمل کنن؟ در خدمتتون هستم. ببینید دوست عزیز، در کشورهای اروپایی، آمریکا، تو مثلا تو کره جنوبی، استرالیا، نیوزلند، منظورم قاره اقیانوسی است، استرالیا، حتی ژاپن در خاور دور، مردم میان به کارنامه و رزومه یه نماینده رأی میدن. مثلا میخواد نماینده مجلس بشه، شهردار بشه، تو ژاپن نخست وزیر بشه، تو آمریکا رئیس جمهور. مثلا این آقای ترامپ معاون اولش که میخواد با چه کسایی کار کنه، این آدم‌ها پیشینه اقتصادیشون چطور بوده، در سیاست چطور بودن، امنیت ملیش چجوری لحاظ میکنن، برای حامل‌های انرژی چه نقشی قائلن، من به مجموع اینها رأی میدم. در نتیجه حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه مثلا در آمریکا نمیتونه از این آدم بدنام استفاده کنه. اما شما نگاه کنید، ما الان تو کاندیدا آقای مصطفی پور محمدی رو داریم که اگه پاش از ایران بذاره بیرون اعلان قرمز داره، یعنی بره ترکیه بازداشته به خاطر جنایتایی که دهه 60 کرده و به خاطر شرکت در انفجار آرنای آرژانتین مرکز یهودیان. یا مثلا ما آقای قاضی زاده هاشمی رو داریم که ایشون میان میگن که مردم از وعده‌ها خسته شدن. همین خود آقای قاضی زاده هاشمی یادشون میره که 25 سال در خود بدنی دولت هستن. آقای سردار قالیباف میاد میگه تحریم‌ها تا حدی موثره اما دولت هم اشتباهاتی داشته که مردم اونها رو میدانن. یادش میره که خودش 12 سال شهردار تهران بوده، 2-3 بار نماینده ادوار مجلس بوده، فرمانده نیروی هوایی سپاه بوده. دوستان 12 سال شهردار بزرگترین شهر ایران خیلی ها، تهران، قاهره و استانبول بزرگترین شهرهای خاورمیانه. این آقا مسئول شهرداری تهران بوده 12 سال. ایشون 19 سالگی سرلشکر بودن و در 32 سالگی فرمانده کل نیرو هوایی سپاه و در 36 سالگی فرمانده کل نیرو انتظامی. یا مثلا اگه نگاه کنید آقای زاکانی که این همه سال نماینده مجلس بودن و پزشک متخصص هستن و الان شهردار تهران، اومده میگه خیلی جالبه، میگه ترکیه جزو WHO هستش. دوستان ایشون پزشکه، نمیدونه که WHO سازمان بهداشت جهانیه. اون که داره موضوع گفتگو در مورد اقتصاد ترکیه بود و اصولا کشور دیگه WTO World Trade Organization. ایشون فرق WHO سازمان بهداشت جهانی رو با WTO نمیدونه. و جالبه، میگه من پزشکم، من متخصصم، پزشکی هسته‌ای خوندم و 19 سال استاد تمام دانشگاه تهران. دوستان ایشون با معدل 10.48 دیپلم گرفته و تو 8 سالی که دانشجو بوده، به قول یکی از عزیزان گفت ترمی نبوده که مشروط نشه. شما اگر نگاه کنید آقای سعید جلیلی وقتی ازش در مورد حجاب میپرسن میگه مشکل ما یه مشکل عمیق‌تره، جواب نمیده. آقای زاکانی میگه ما در ایران حجابان نداریم، کلن انکار میکنن. در علوم اجتماعی یک فرضیه هست به نام انکار، دینای. به نفر میگن چرا انقدر کارنامت خرابه، میگه کی کجا چی. مثلا با آقای احمد نژاد میگن چرا مخالفین عقیدتی در ایران اعدام میشن، میگه نه دروغه، کجا همچین اتفاقی نیفتاده. و جالب بود که تو همون هفته 3 نفر آتئیست و نوکیش مسیحی تو ایران اعدام شده بودن. این کار یعنی این کار. الان شما نگاه کنید که اینها میگن ما میخوایم رشد اقتصادو حالا منفی 15% شدهش بکنیم 8%. آقای جلیلی میگه ما اصلا مشکلی به نام حجاب در جامعه نداریم، مهسا امینی رو احتمالاً منده کشتن. و خیلی جالبه کلش این کار دروغ میگه و مردم رو زیر سوال میبره. عزیزان و همچین روباهای مکاری رأی ندید. و یه چیز دیگه هم به شما بگم، الان کسی مثل آقای جلیلی که مورد اعتماد آقای خامنه‌ایه، یا کسی مثل پزشکیان که روحانی و خانواده رفسنجانی و خاتمی ازش حمایت میکنن، یا همون قالیباف
که یه آبروی پیش سپاه داره اما نه به اندازه جلیلی بیا رئیس جمهور بشه. فکر میکنی خامنه ای وزیر خارجه، وزیر کشور، وزیر دفاع و وزیر اطلاعات و وزیر نفت و این پنج تا مهمه رو میده به اونا؟ نه، خامنه ای رئیس جمهور ایران. هر کس در ایران رئیس جمهور میشه که بیشتر منافع خامنه ای رو برآورده کنه، نه منافع رئیس. من عرض دیگه ای ندارم، فقط میتونم بگم صندوق رأی که در 8 تیر گذاشته میشه توهین به شعور ما ملت ایران. بخیر. با سپاس فراوان از اینکه با ما بودید دکتر صاحب عزیزم. نسبت به فعالیت اپوزیسیون در حال حاضر، چه اپوزیسیون داخل و چه خارج، و یا چگونه میتوان این اپوزیسیون در مسیر اتحاد با هم قرار بگیرن که حقیقتا این امید در قلب ایرانی ها بیشتر از گذشته باشه که قدرتی در برابر این نظام اسلامی ایستاده که 100% با فیض خداوند میتونیم شاهد سرنگونی جمهوری اسلامی باشیم. در خدمتون هستیم در این دقایق آخر. مرسی. اپوزیسیون که ما میگیم به نظر من بایستی از نیروهای سخن بگیم که این نیروها واقعا عملا اپوزیسیون هستن، نه فقط کسانی که با این حکومت مخالفن، یعنی کسانی که اقدامی انجام میدن، مقاله می نویسن یا فیلمی می سازن یا تظاهرات می کنن، برچسب درست می کنن، تراک پخش می کنن، اعتصاب ها رو راه می اندازن، اعتراض ها رو سازماندهی می کنن و کوشش می کنن که این اعتصابات سراسری بشه مثلا، و یا این اعتراضات بیهوده نباشه و بشه مراکز دوربین های مخابراتی رژیم و ماموران رژیم، امکانات نظامی رژیم رو بهش یورش بیارن در اون روز که به پیش خواهد اومد، به قول دوستان روز ریولیشن یا انقلاب، که نتیجه بگیرن. حالا درست. یه رسته نیرو ما داریم در خارج از کشور در کنار اون نیروهای اپوزیسیون عملی که در داخل ایران به دلیل شرایطشون مبارزه میکنن و دامنش هم بیشتر خواهد شد، تبدیل به شورش به اصطلاح شکمخالی ها و اسیدهای معده به قول دکتر کوروش عرفانی خواهد شد که سراسری و میلیونی خواهد شد، ده ها میلیون نفر به میدان خواهند آمد. این اپوزیسیون که حالا مثلا من از شورای ملی تصمیم نام بیارم که خوشبختانه با یک همگرایی و یک نگاه دموکراتیک که اصولی و پایه گذاشتن برای همکاری، نه یک فرد و یا یک سیستم رو، بلکه این آزادی ایران از شر جمهوری اسلامی، حفظ تمامیت ارضی ایران، یک سیستم عدم تمرکز که دوباره ثروت و قدرت و ایدئولوژی در یه جا جمع نشه که یک رژیم هیولایی مثل اسلامی به دست بیاد، و اینکه همه نیروها طبق حقوق بشر و دموکراسی با هم دیگه رابطه داشته باشن و حقوق ملت طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون هیچ تبعیضی برای همه یکسان در نظر گرفته بشه در قانون اساسی آینده، و اینکه همه نیروها با هم همکاری بکنن، نه اینکه همدیگه رو خونسا بکنن، و فرم و شکل حکومت رو هم در آینده‌ای که اول شر رژیم کنده بشه و بعد یک دوران گذاری طی بشه که اهرم‌های حکومتی به دست دشمنان نیفتد و سراغ یک جریان‌های که الان هم رژیم اسلامی میخواد پیش ببره نتونن برن، و بعد حالا توی یک روند گذار، حالا چند وقت چند سال طول بکشه، همه این احزاب، سازمان‌ها، سندیکاها، گروه‌ها، رسانه‌ها در کنار هم سامان یافته بشن و اون وقت یک انتخابات آزاد برگزار شه، نماینده همه این اندیشه ها افکار از مناطق مختلف ایران و طبقات مختلف ایران در کنار هم قرار می گیرند و اونجا توی مجلس مؤسسان یا مهستان یا هر اسمی که دیگه خود مردم اون موقع روش می زارن تصمیم می گیرند چه باید بکنن. همچنین برای مرحله اول پیشنهاد است که حزب ایران آباد داره میده، به عنوانی که ما جبهه متحد جمهوری خواهی دوم رو راه اندازی بکنیم و همه نیروهایی که به دموکراسی، حقوق بشر و آزادی‌های مصرح در قوانین بین‌المللی و عدم تبعیض اعتقاد دارند میتونن با همدیگه پایه‌های اولیه این کار رو بگذارند و با بقیه نیروهایی که واقعا اپوزیسیون سیاسی هستند و کار عملی میکنن برای براندازی رژیم، نه فقط حرف بزنن یا مصاحبه کنن،
توی تلویزیون ها این کار رو پیش ببریم. با سپاس فراوان از آقای منصور انصاری عزیزم. یک بحالی